سلام بر شما، به فراخبر خوش آمدید. موضوع بحث این برنامه: اشتراک هیئت امارات اسلامی در نشست سوم دوحه، اما کابل از این نشست چه انتظار دارد؟ پس از بگومگوها در مورد چگونگی اشتراک امارات اسلامی در نشست سوم دوحه، اکنون سخنگوی حکومت سرپرست میگوید این نشست به خیر مردم افغانستان است و در آن هیئت امارات اسلامی اشتراک خواهد کرد. ترکیب هیئتم انشاءالله بعدها اعلان خواهد شد و ایر ما به نفع افغانستان دانستیم. موضوعات کمک های بشری در افغانستان و همچنان ایجاد زمینه برای سرمایه گذارا در افغانستان موضوعات اساسی و مهمی بوده. شاید موضوعات دیگریم در زیل و اطراف خود داشته باشه، ولی همه به نفع افغانستان دانسته شد. ولی چه چیز حکومت سرپرست را متقاعد به اشتراک در نشست سوم دوحه کرد و نتیجه این نشست برای افغانستان چه خواهد بود؟ من رازقیار هستم و مهمانانم برای بحث بیشتر این موضوع آقایان فضل رحمان اوریا، آگاه روابط بین الملل، آگاه روابط بین الملل در استودیو حضور دارند، و احمد سعیدی، آگاه مسائل سیاسی و استاد دانشگاه، هم از طریق خط اسکایپ در برنامه با ما وصل هستند. بسیار خوش آمدین مهمانان عزیز. آقای اوریا، چه چیزی تغییر کرد؟ امارات اسلامی نشست دوم دوحه را به نفع افغانستان نمیدانست، ولی نشست سوم دوحه را به نفع افغانستان میداند. تشکر. سلام بر شما، سلام بر جناب سعیدی صاحب و سلام بر بینندگان و شنوندگان نهایت عزیز و ارجمندتان. طرح دوحه یک طرح آمریکایی بوده که با دو رای ممتنی روسیه و چین در شورای امنیت تصویب شد و همان برنامه استراتژیک آمریکا را باید دنبال میکردند و دوحه، نشست دوحه اول و نشست دوحه دوم با اساس عدم شرکت حکومت افغانستان و مخالفت روسیه، چین، ایران کاملا با شکست مواجه شدند. و در دوحه سوم که جلسهش عنقریب برگزار بشه، تلاش های بسیار زیادی دیپلماتیک صورت گرفت. روابط رفت آمد با حکومت افغانستان خیلی گسترده بوده در سطوح مختلف و بحث های گوناگون شد. یک مشکلی که وجود داشت این بود که باید به حکومت افغانستان اجندا کاملا شریک ساخته شود و با اساس تفاهم باید اجندای مشترک ساخته شود که در دو نشست قبلی چنین چیزی نبوده. حال اجندا کاملا شریک شده، مشترک ساخته شده و با هم شریک شده. و این نشست دیگه نشست آمریکایی نیست، نشست دو هرگاه اجندا مشترک ساخته شود و هرگاه تفاهم مشترک صورت گرفته باشه، طبیعتا در اینجا منافع مردم افغانستان منعکس میشه. دو، در دوحه اول و دوحه دوم امریکا یکی در مردمه را به نام جامعه مدنی و این و آن آورده بودن، مگر در این نشست حکومت افغانستان به شکل انحصاری و به حیث نماینده انحصاری افغانستان در اونجا شرکت میکنه و سایر مشکلاتی که روش بحث میشه او هم با اساس تفاهم مشترکاً طرح‌ریزی و برنامه‌ریزی شده. هرگاه تفاهم مشترک باشه در اونجا منافع مشترک تأمین میشه، هرگاه کار مشترک باشه منافع مشترک تأمین میشه. رویلت این دوحه، اجدای این دوحه، ترکیب این دوحه، اهداف این دوحه از بیخ و بن با دوحه اول و دوم در تفاوت می باشه. خیلی سپاسگزار. آقای سعیدی، باور شما چی است؟ فکر میکنین چه چیزی حکومت سرپرست افغانستان را متقاعد به این ساخته تا در نشست سوم دوحه اشتراک بکنه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. نخست آقای رزقیار، خدمت شما جناب اوریا صاحب، بیننده های شما سلام و عرض ادب دارم. عید سعید قربان را به همه مردمان مسلمان جهان به خصوص مردم افغانستان تبریک و تهنیه عرض میکنم. تشکر. بعد از چینی زنی های زیاد بین طالبان و نشست دوحه توافقات صورت گرفته که اجندا نزد ما است، من خدمت شما میگویم. درست. قضیه این قرار است که همین که طالبان اعلان کردن که ما در نشست سوم اشتراک میکنیم، کار بسیار خوب است، کار بسیار عاقلانه است و کار منطقی است. هر قدر ما دور از جهان باشیم، هر قدر در تجرید باشیم، هر قدر دور از تعاملات بین المللی باشیم، به اون اندازه مردم افغانستان ضرر می‌بینند.
هر قدر ما در جامعه جهانی نزدیک میشیم تعاملات برقرار میکنیم به نفع مردم افغانستان. چرا طالبان در این نشست اشتراک میکنن؟ در گذشته در اجندای ملل متحد گپای سیاسی زیادی بود، یعنی ملل متحد میگفت که ما در مورد افغانستان نماینده خاص تعیین میکنیم، بعد در این نشست وزرای خارجه کشورها اشتراک کنند و همچنین طالبان آماده شدند به حکومت همه شمول و آینده و حقوق زنها و دخترها و گپا. اما طالبان میگفتند که نه، باید ما به رسمیت شناخته شیم، چون که ملل متحد به ما بتین شما از نماینده است که تعیین میکنین صرف نظر کنیم. حال این گپا را کنار گذاشتند، حال این اجنده بسیار محدود شده. آقای رضاقیار گفت میشه بسیار محدود شده. نه. اول در این نشست سومی دو خوشبختانه طالبان اشتراک میکنن که ما فعال نیک بگیریم، در این نشست وزیرای خارجه اشتراک نمیکنه، در سطح نماینده مثلا آقای کاظمی قومی با آصف درانی از پاکستان، کابلوف از مسکو، یک چند تا نماینده اشتراک میکنه، کدام وزیر خارجه ما این اشتراک نمیکنه. دوم ملل متحد از او گفت که من در این نشست نماینده خاصی تعیین میکنم صرف نظر کرده و همچنین طالبان هم به رسمیت شناختن صرف نظر کردن. تنها توافق شده روی کمک های اقتصادی، یعنی ملل متحد در این نشست تلاش میکنه که به خاطر فقر و مشکلات که مردم افغانستان داره کمک های اقتصادی به افغانستان جلب شه، تعاملات بین المللی به خاطر کمک برای مردم افغانستان به خاطر لقمه نانی به خاطر آوی توجه بیشتر جلب شه. ملل متحد از نماینده خاص خطیر شده، طالبان از رسمیت شناختن خطیر شده. بنابراین جلسه کمک محدودتره در سطح پایینتره. بله. خوب شده که توافق شده و این توافق ما فعال نیک میگیریم. طالبان کار خوبی کردن که اشتراک میکنن به نفع مردم افغانستان، یعنی یک تفاهم است آقای سعیدی. ولی خب این نشست برش بسیار پرداز داده میشد و گفته میشد که در این نشست مسئله افغانستان حل میشه، پس حال این نشست خوردم شده. بله این نشست خوردن، نشست این نشست توافق شده که ملل متحد نماینده خاص تعیین نمیکنه، درست است؟ ملل متحد مسائل حقوق زنها اینا رو به طور نسبی بس میکنه، نه شکل اعلامیه. اما طالبان هم توافق کردن که ادعای به رسمیت شناختن در این نشست نمیکنن و این توافق رو ندارن. تنها چیزی که میشه جامعه جهانی تکرار میکنم تلاش میکنه که کمک های اقتصادی به مردم افغانستان زیادتر شه، تشکر. کمک های مالی زیادتر شه، مردم افغانستان به صلح و امنیت بهتر زندگی کنن، این به نفع مردم افغانستان. من میگم که در هر نشستی که طالبان اشتراک کنه ولو که به نفعشان نباشه میتونن رد کنن، اگر به مفادشان نبود میتونن رد کنن. این هم کار بسیار نیک میدانم، خوشحال هستم که طالب حدود پیدا میکنم. خیلی سپاسگزار. آقای اوریاب شما اهمیت این نشست را چگونه به بررسی میگیرید؟ ببینید این نشست اساساً از روز اول مطرح شده که نماینده های کشورهای مختلف دنیا که برای افغانستان داره در اینجا حضور داشته باشه. اما قبلا سرمنشی سازمان ملل متحد میزبان بوده، اما با شکستی که در دوحه اول و دوحه دوم متقبل شدند، سرمنشی سازمان ملل متحد عقب نشینی کردند. حال معاونش باید میزبان باشه و میزبانی بکنه و باز هم نماینده های کشورهای مختلف دنیا در اونجا حضور مییابه. اجنده احتمالی که هنوز دقیق معلوم نیست و اعلان هم نشده، گسترش کمک های بشر دوستانه هست، تغییر اقلیم هست، عضویت حکومت افغانستان در سازمان ملل متحد هست و گسترش سرمایه گذاری در افغانستان هست و تعامل در اونجا به نام تعامل بیشتر جامعه جهانی با افغانستان، مگر ما اینو میگیم تعامل بیشتر جامعه غربی با افغانستان. یعنی بس به رسمیت شناسی مطرح نیست قسمی که وقتی که یک کسی عضو سازمان ملل متحد دعوا میکنه و زمانی که این اجنده ها میباشه این خودش. ولی آقای سعیدی میگن یک توافق شده امارات اسلامی از این گذشته که بس به رسمیت شناسی مطرح شده و سازمان ملل هم از این بس گذشته که خوب نماینده خاص بگماره در امور افغانستان. در گذشته هم مسئله به رسمیت شناسی مطرح نبوده، در اینجا یک چیزی اجنده هست. بله. تعامل گسترش تعامل جامعه جهانی با حکومت افغانستان که این خودش نتیجه گسترش تعامل محصولش به رسمیت شناختن حکومت افغانستان است. پس این اجنده وجود داره
گسترش تعامل جامعه جهانی با افغانستان با معنی عزیز که افغانستان باید در تمام سازمان‌های بین‌المللی حضور داشته باشه و با همه کشورها به شکل یک بازیگر متساوی حقوق باید نقش داشته باشه. پس این اجندا بسیار بزرگ است که میگه و این چیزا شامل است و چیزی که مهم است هم برای افغانستان و هم برای جهان گسترش تعامل بخصوص غربی هاست با افغانستان و این زمینه را اگر این اجلاس و اجلاس های بعدی فراهم بکنه این هم به نفع غرب است و هم به نفع شرق است و هم به نفع افغانستان پنداشته میشه. و ما فکر میکنیم که عقب نشینی های گسترده که امریکا کردن کار خوبی کردن و این به نفع مردم امریکا هستند و امریکا درک کردن که نمیتونه دیگه اراده خود در همچون نشستا بالای مردم افغانستان یا سایر کشورهای دنیا تحمیل بکنن، عقب نشینی کردن و این عقب نشینی در یک مذاکرات دیپلماتیک با مثبت ارزیابی میکنیم، هم به نفع افغانستان است، هم به نفع امریکا است، هم به نفع منطقه و جهان است. و در شرایط کنونی که اجندا به شکل دقیق معلوم نیست، چیزی که ما گفتیم احتمالات هست، اما این نشست مفید هست و هم به نفع منطقه است و هم به نفع افغانستان هستند و تصامیمی را که اتخاذ میکنه ما فکر میکنیم طبیعتاً بعداً باید گزارش داده شوه با شورای امنیت و شورای امنیت در اونجا باید تصمیم گیری بکنه. چیزی را که غرب بسیار مهم بود از او عقب نشینی کردن که او گزارش فریدون اوغلو بود که بر بنیاد از او باید یک نماینده ویژه تعیین میشد، از این منصرف کرد، خود انصراف از نماینده ویژه در حقیقت غیر مستقیم به رسمیت شناختن حکومت افغانستان است و غرب آمادگی داره که با حکومت افغانستان از طریق یوناما تعاملات داشته باشه و دادن نقش به یوناما و قائل شدن نقش بیشتر به یوناما از هر دو طرف، هم از طرف افغانستان و هم از طرف امریکا، این گام مثبت هست. خیلی سپاسگزار آقای سیدی. خب وزارت خارجه امارات اسلامی یک هشدار هم داده، گفته اگه آجندا و یا هم ترکیب این نشست تغییر بکنه اشتراک نخواهد کرد امارات اسلامی در این نشست. در کنارش قسمی که خب شما گفتین این نشست خرد شده و آجندا هم تغییر کرده، آجندا بسیار به بحث های اجتماعی و بحث های کمک های بشر دوستانه و اینها میچرخه، وقتی قصه این گونه است چرا به سازمان ملل اشتراک نماینده امارات اسلامی در این نشست اهمیت داشت و تلاش های زیاد کرد تا متقاعد شد و حکومت سرپرست به اشتراک در این نشست؟ ببینید جناب آقای رازقیار، یک علم حکم میکنه، سیاست میگه که سیاست جاده یک طرفه نیست، چیزی باید داد چیزی باید گرفت. به این نشست که طالبان اشتراک میکنن، چیزی طالبان عقب نشینی کرده، چیزی ملل متحد عقب نشینی کرده، به خاطر اینکه تفاهم ایجاد شد. من یک بار دیگر تکرار میکنم که در هر نشست ملی و بین المللی که طالبان اشتراک کنند کار نیکوی است، کار معقول است، کار انسانی و اسلامی است، این به نفع مردم افغانستان است. ما هر قدر تجدید شد به ضرر مردم افغانستان است. دوم، نه تنها به جامعه جهانی، من پیشنهاد میکنم، عرض میکنم به طالبان، میگم که حتی نشست های با مردم افغانستان داشته باشند، تعاملات با مردم افغانستان داشته باشند، چه عیبی داره؟ هیچ عیبی نداره. حتی در نشستایی که میشینن اگر کار به دلشان نیست قبول نکنن، رد کنن. حالا من برمیگردم با سر گپ اولی خود. من گفتم این نشست آقای گوتریش اشتراک میکنه، اما در سطح وزیرهای خارجه نیه، در سطح اشخاص تصمیم گیرنده نیسته، یعنی نماینده کشورها مانند آقای کاظمی قومی که هر دو کابل هست، مانند کابل و فلمی تو کسان بیان، اینا چی تاکید میکنن؟ میگویند که باید دنیا افغانستان رو کمک کنه از نگاه اقتصادی، از نگاه سیاسی، از نگاه فرهنگی. هیچ کس در این نشست مسئله به رسمیت شناختن نه طالبان مطرح میکنن نه طرف مقابل مطرح میکنه. یک گپ آقای رضاخیار مجبور شدم که آدم سیاسی گپ زنه، بعضی وقتا محافظه کاری میکنه. شما ملل متحد امریکا را میشناسید، امریکا هر کاری را که بخواهی که دلش باشه که او را بکنه، یعنی نتیجه بده خودش به دست میگیره، نه به ملل متحد اعتنا میکنه نه به شورای امنیت اعتنا میکنه، خود عمل میکنه، مانند جنگ غزه و اسرائیل، مانند حزب الله لبنان. اما وقتی که میخواهی که یک کاری به تعویق بفته، به شکل بیروکراتی پیش ره، روز گذرانش وقت دایشه، باز او رو میسپره به شورای امنیت. چون شورای امنیت اداره ای نیست که بتانه یک کسی رو به سرمنزلی مقصود برسانه، یک جلسه میگیره باز میره، باز یک جلسه میگیره باز میگیره.
یعنی اگر مردم افغانستان از نشست دوهایی تو توقع داشته باشند که مشکلات افغانستان همه رفع میشه، خیر خیریت میشه، اشتباه میکنند. ملل متحد اداره به دست قدرت های بزرگ بنام یک رفت آمد است، یک نون خوردن است، یک دوشو تیر میکنن، یک ابلاغی صادر میکنن، اما امیدوار هستم که واقعی نشست بتونه دنیا کمک کار به مردم افغانستان، مردم افغانستان امید به کمک دارد دارد. بله، و بحث تعامل آقای سیدی دیدتان چی است؟ آیا مطرح خواهد شد با امارت اسلامی مخصوصا ای که کرسی افغانستان در سازمان ملل واگذار شد و به حکومت سرپرست؟ راست بگم یا دروغ به دل تو راست بگم نی؟ تعامل چند نوع است؟ تعامل سیاسی، تعامل اقتصادی، تعامل فرهنگی، تعامل نظامی. با این شخص تعامل اقتصادی مطلق مطرح میشه، تعامل نظامی مطرح نمیشه، تعامل سیاسی هرگز مطرح نمیشه. رسمیت شناختن تعامل سیاسی است، اما تعامل اقتصادی مطرح میشه، تصویب میشه، حتی از دنیا تقاضا میشه که افغانستان رو بیشتر کمک کنیم، بیشتر به سیلزده ها برسیم، بیشتر به فقرا برسیم، بیشتر به ناتوانی ها برسیم، کمک ها خود اصولی و مقرراتی کنیم. خیلی سپاسگزار. آقای اوریا، خوب با کابل از این نشست چی انتظار داره با باور شما؟ ببینید، نشست های دوحه یک نوع میدان رقابت بوده تا به حال بین شرق و غرب، و این رقابت به نحوی از آنها به فضای افغانستان ارتباط داشتند. و در نشست دوحه اول و دو امریکا نخواست یا نتوانست منافع مردم افغانستان احترام بگذاره، امی بود که با شکست مواجه شدن. مرحال امریکا تجدید نظر کرده در پالیسی های خود، و وقتی که تجدید نظر کرده از خیلی چیزا منصرف شده، پس زمینه و اجندا هم مشترکاً ساخته شده، زمینه و شرایط مساعد است برای حکومت افغانستان که در این نشست شرکت بکنه. چی میخواد حکومت افغانستان؟ حل مشکلات. مشکلات چی است؟ مثلا افزایش کمک های بشر دوستانه، سرمایه گذاری های گسترده خارجی و دولت ها و سرمایه گذاری های خصوصی در افغانستان، و سایر کمک های دیگی در عرصه اقتصادی، و در پهلوی از کمک در بخش تغییر اقلیم که هر روز سیل و سیلاب می در این جهت است، و سایر موارد دیگر. مگر تعامل وجود داره، و تعاملات اقتصادی با تعاملات سیاسی تاثیر گذار است، و تعاملات سیاسی با تعاملات اقتصادی تاثیر گذار استند، و معمولا تعاملات اقتصادی توسط سیاست رهبری و مدیریت میشه. تا زمانی که تعاملات سیاسی وجود نداشته باشه اصلا تعامل اقتصادی صورت نمیگیره. مثلا امریکا یا یک سرمایه دار در اینجا سرمایه گذاری میکنه و باید حمایت سیاسی داشته باشه. بدون حمایت سیاسی کسی نمیتونه در اینجا سرمایه گذاری بکنه، نه کشوری، نه دولتی، نه یک کمپانی خصوصی. پس تعامل سیاسی و تعامل اقتصادی موازی با هم حرکت میکنه، مگر در همچه شرایط پیشگام تحول سیاسی میباشه. اما حکومت افغانستان حل مشکلات خود میخواد. چیزایی که عرض کردیم، این کارها باید صورت بگیره، و در پهلوی زی اتوریته و مقام بین ملیش باید تضمین و تأمین شوه، و زمینه و شرایط برش فراهم شوه که در بازی های بین ملی و در مناسبات بین ملی نقش و جایگاه خوبی داشته باشه. البته یک نشست که این نشست سوم است، با تنهایی نمیتونه که چنین همه شرایط فراهم بکنه، مگر قسمتی از شرایط فراهم میکنه، و این نشست گزارش میده به شورای امنیت، و شورای امنیت باز تصمیم گیری میکنه که چی چیزا باید عملی شوه و چی چیزا باید عملی نشوه. طبیعتا اجندایی که روش توافق صورت گرفته و مسیری را که نشست دوحه سوم باید تعقیب بکنه به نحو از آنها توافقات شورای امنیت با خود داره. پس در شرایط کنونی هم شرکت حکومت افغانستان در اونجا مفید هست، و هم به نفع مردم افغانستان است، و هم این نشست حداقل میتونه در عرصه دیپلماسی در جهت حل مشکلات
گام های را برداره، اما در عرصه اقتصادی و بشر دوستانه میتونه موثر تمام شد. اگر بحث تعامل سیاسی مطرح شد و قسمی که آقای سعیدی تقسیم کردن، خب بیشتر دید ای است که باید از درون مشکل حل شود. بحث به رسمیت شناسی وقت مطرح می شود، تعامل سیاسی خب باید بحث مشروعیت هم مطرح شود در افغانستان، بحث قانون اساسی هم مطرح شود، بحث یک ساختار حقوقی که همه چیز در او تعریف شده باشد. ببینید، بیاید یک قسم دیگه ای را بررسی بکنین. افغانستان قانون اساسی نداشته باشه، منافع آمریکا چقدر حفاظت میشه؟ افغانستان قانون اساسی داشته باشه، منافع آمریکا چقدر حفاظت میشه؟ نه، ولی خب ببینید، وقت کرسی افغانستان در سازمان ملل را میخواهیم معرض میکنید، اونجا باید خب یک ساختار حقوقی در داخل داشته باشه. اجازه بدی، کشورهای بزرگ بر بنیاد منافع خود بازی میکنن. باز عرض میکنیم، تمام ناتو، افغانستان قانون اساسی داره، مثلا داشته باشه چقدر منافعش حفاظت میشه؟ افغانستان قانون اساسی نداشته باشه چقدر منافعش حفاظت میشه؟ و سایر اصلاحات دیگری، ببینید، ما قانون اساسی داشته باشیم و این قانون اساسی یک منافع آمریکا را حفاظت نکنه، و قانون اساسی را آمریکا میپذیره؟ قطعا نمیپذیره، علیش گام برمیداره، علیش تبلیغات میکنه. پس این حرف ها است در سطوح پایین. و یعنی میخواین بگوین که در شرایط فعلی منافع آمریکا خوب تامین است، در شرایط منافع جامعه بین الملل که شرایط به گفته شما شرایط سیاسی بکنه، در شرایط فعلی باید تعاملاتی صورت بگیره که به نحوی از آنها با منافع و تفکرات همه بازیگران خرد و بزرگ به نحوی از آنها به شمول مردم افغانستان توحید شود، و عدم توحید منافع و نظریات باعث از این شده که تا به حال مشکل افغانستان در عرصه بیرونی حل نشده. بله، ولی اگر بحث منافع باشه، چرا فکر میکنین که با این تعامل میشه منافع آمریکایی ها و دنیای غرب تامین شود در افغانستان؟ در عرصه دیپلماسی برطرف کردیم، یک گامی هست با اموسو، و در شرایط کنونی همچو نشست ها و نشست های انواع و اقسام دیگری، فقط گام های دیپلماتیک است، گام های سیاسی است که در جهت توحید منافع. ببینید، تنها منافع آمریکا مهم نیست، منافع چین، روسیه، اروپا، افغانستان کلگی مهم است. و یکی از اهداف سازمان ملل متحد از این نشست ها که در شورای امنیت تصویب شده، ایجاد تعاملاتی است که منافع همه بازیگران در این تعاملات به نحو از آنها توحید شود. اگر توحید نشد، باز اینجا رقابت به وجود میاد و او رقابت کاملا نامشروع می باشه. خیلی سپاسگزار. آقای سعیدی، با باور شما امارت اسلامی به نشست سوم دوحه به عنوان یک فرصت میبینه؟ ببینید، به همین نشست یک فرصت میبینم به خاطر کمک برای افغانستان. اما در رسانه باید غلط تعریف نشود. این نشست نشست سازمان ملل متحد نیست، این نشست شورای امنیت نیست، این نشست مجمع عمومی ملل متحد نیست، این نشستیه که سرمنشی ملل متحد آقای گوتریش با یک تعداد کشورهای زیدخ در منطقه میشینند بیگوین برای آینده افغانستان چطور بهتر میتونیم کمک کنیم. هدف از این نشست چی است؟ یکی میگن یک روزنه امید جهتی بهبود پیدا شه، کمک شه. یکی دیگه، چون ایران یک تعداد کشورها مطرح کردن که باید مسئله افغانستان از دامان ملل متحد بیرون کشیده شه، به کشورهای منطقه داده شه، یعنی دو ایران، ازبکستان و تاجیکستان و به اصطلاح پاکستان اینا نقش داشته باشن، مانند جلسه که در ایران دایر شد. ملل متحد میخواهد که دست کشورهای منطقه را آب سردی به روی دست کشورهای منطقه بریزه، بگوید نه آقا شما بشینین ما کار خودم میکنیم. تکرار میکنم، سرمنشی ملل متحد حق نداره که بگوید مردم اینقدر گندم رای کنیم، افغانستان اینقدر پول رای کنیم. از دنیا یک تقاضا میکنه، اگر دنیا یک تقاضا رو قبول کرد، قبول کرد خوب، اگر نکرد خانهش آباد. یک تقاضا میکنه. دوم، مسئله شورای امنیت مطرح است. هر فیصله ای که آقای گوتریش میخواه میشنوه، میره به شورای امنیت میگه. اگر شورای امنیت همه 15 کشور به شمول 5 کشوری که دائمی هستند رای موافق دادن میشه، نتیجه نهایی میفهم که وقت شما خلاص شده، نتیجه نهایی است که این نشست صورت میگیره به حضور طالبان، یک اعلامیه صادر میکنه که از دنیا تقاضا داریم افغانستان رو کمک کنن، با افغانستان تعامل کنن، خیر میبینن، باز فلا الله کمر هر کس برای خود میره. بله، بسیار فشرده. بگوین هیئت در کدام سطح باشه و پیام امارت چی باید باشه در این نشست؟
او را خود امارات صلاحیت داره، ولی هیئتی که از دیگه جا میاد در سطح بسیار پایین است. این که وزیر خارجه طالبان میره، کسی دیگه میره، کار ما و پیام چی باید باشه؟ من صلاحیت ندارم. بعض وقتا شده که مثلا در سطح معاون رئیس جمهور با یک سفیر ملاقات کردم، من صلاحیت ندارم. خیلی سپاسگزار حضورتان مهمانان گرامی. میرسیم با پایان برنامه. وقت بر همه شما خوش.